به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان. امیدوارم حالتون خوب باشه. دکتر مهتاب زاره هستم، از مدرسین مجموعه فرادرس در خدمت شما هستم برای ادامه بحث آموزش مبانی تکامل موجودات زنده و فصل پیش رو که فصل دهمه، میخوام درباره گونه و گونه‌سازی صحبت کنم. گونه یا اسپیشز در بیولوژی به مجموعه افرادی گفته میشه که شبیه به هم هستند، میتونن با هم زاد و ولد داشته باشن، از زاد و ولدشون فرزندانی شبیه خودشون خواهند داشت که فرزندانشون زایا و زیستا هستن. همینجا خاطر نشان میکنم که منظورمون از شباهت فقط شباهت ظاهری نیست، بلکه امروز دانشمندان به شباهت بین مولکول‌های جانداران، به خصوص پروتئین‌ها و ژنوم اونا که از مولکول DNA ساخته شده هم توجه دارن. باز فصل‌های قبل درباره انواع مولکول‌ها صحبت کرده بودیم و گفتیم که مولکول‌های عالی در جانداران مختلف کربوهیدرات‌ها و لیپیدهاشون شبیه هم هستن، ولی توالی تشکیل دهنده نوکلئوتیدهای اونا با هم فرق میکنه و همچنین ترتیب قرار گرفتن آمینو اسیدهای اونا متفاوته. در نتیجه مولکولهای DNA هر جانداری مختص به خودشه و پروتئین ها هم اختصاصی هستن و همینا هستن که جانداران رو از هم متمایز کردن. علاوه بر این، اعضای یک گونه در شرایط طبیعی میتونن با هم زاد و ولد داشته باشن. فرزندان اونها هم به لحاظ شباهت ظاهری و هم شباهت بین مولکول‌های DNA و پروتئین‌هاشون شبیه هم هستن. همچنین این فرزندان در شرایط طبیعی میتونن زنده بمونن و بارور هم هستن. تو این تصویر داریم گونه‌های مختلف زیر راسته گربه‌سانان رو می‌بینیم: شیر، ببر، پلنگ، چیتا، یوز پلنگ، گربه خانگی، گربه وحشی. اینا گونه‌های مختلف این زیر راسته هستن. مثلا گونه شیر رو بخوایم در نظر بگیریم، از نظر شباهت ظاهری نسبت به گونه ببر فرق داره، ولی همه شیرها شبیه به هم هستن. ما فقط الان شباهت ظاهری رو میبینیم، ولی گفتیم دانشمندان مولکول‌های اعضای یک گونه رو هم بررسی کردن و با اطمینان به ما میگن که پروتئین‌ها و DNA اونا هم شباهت زیادی به همدیگه دارن. ایشون آقای ارنست مایر، دانشمندی که سال 1942 تعریف علمی گونه رو ارائه داد، همون تعریفی که ما امروز بهش معتقد هستیم و الان خوندیمش. آقای مایر معتقده که خزانه ژنی هر گونه با گونه دیگه متفاوته و عواملی وجود داره که نمیذاره این خزانه های ژنی قاطی بشن. به این عوامل میگیم سدهای تولید مثلی که تو این فصل میخوایم دربارشون صحبت کنیم. دانشمندان امروز معتقدند بین 10 تا 100 میلیون گونه مختلف وجود داره، منتها تا به امروز فقط 1.8 میلیون اونا به صورت علمی نامگذاری شده. درباره نامگذاری علمی الان صحبت می‌کنیم و سالانه تقریبا 15,000 گونه جدید هم شناسایی میشه. تو این گونه هایی که تا به امروز نامگذاری شده، 250,000 تا گونه گیاه وجود داره، 42,000 گونه جانور مهره‌دار تا حالا نامگذاری علمی شده و 750,000 گونه حشره نامگذاری شده. ببینیم که حشرات به تنهایی از بقیه بیشترن. تعدادشون حشرات در بین گونه های جانداران خیلی خیلی زیاده. و از اون جالبتر این که زیستشناسان تخمین میزنن تا کنون فقط 10% باکتری ها شناسایی شدن، 2% نماتودها رو شناختیم، 5% قارچ ها کشف شدن و نامگذاری شدن و فقط 20% حشرات رو دانشمندان تونستن شناسایی بکنن و نامگذاری کنن. این درصد خیلی زیادی از اونا هنوز ناشناس باقی موندن. ایشون آقای کارل لینس، دانشمندی که قرن 18 میلادی زندگی میکرد و بحث نامگذاری دو بخشی علمی که اسمش رو آوردیم توسط ایشون اولین بار ابداع شد، یعنی بر مبنای علم ردبندی یا تاکسونومی جانداران رو به لحاظ آیتم های متفاوتی میتونیم در گروه های مختلف قرار بدیم. به طور کل جانداران در 5 فرمانرو یا سلسله گوناگون قرار می‌گیرند که این فرمانروها عبارتند از جانوران، گیاهان، آغازیان، قارچ‌ها و باکتری‌ها. ما تو این مثال 2 تا جانور مختلف رو از لحاظ تاکسونومی می‌خوایم با هم دیگه مقایسه کنیم. هر فرمانرو به چندین شاخه تقسیم بندی میشه. هر شاخه شامل رده‌های گوناگونه، رده یا کلاس. هر رده راسته های متفاوت رو ایجاد می کنه. رده اسم علمیش هست order. هر راسته تیره های گوناگون رو به وجود میاره، تیره یا فامیلی.
هر تیره شامل جنس های متنوع، جنسی از فرد هم بهش گفته میشه و هر جنس گونه های متفاوت رو به وجود میاره. گونه گفتیم اصطلاح علمیش بود species. به طور مثال ما میخوایم انسان و گوریل شرقی رو با هم مقایسه کنیم. هر دو جزء فرمانرو جانوران هستند، هر دو جزء شاخه طنابداران یا کرداتا هستند، هر دو جزء رده پستانداران یا مامالیا هستند. هم گوریل شرقی و هم انسان جزء راسته پریمات ها یا پریمیتس هستند و در تیره هم مشترکن، هر دو تیره هومینیده هستند. منتها در سطح جنس از هم جدا میشن. انسان جنس هومو گونه ساپینس هست و گوریل جنس گوریلا گونه بریجی. پس اسم علمی انسان که شامل سرده و گونه است میشه هومو ساپینس و اسم علمی گوریل میشه گوریلا بریجی، گوریل شرقی و انسان هوشمند یا انسان بخرد. اصطلاح نامگذاری دو بخشی شامل سرده است و گونه. ون مهمه که حتما سرده یا جنس با حرف بزرگ لاتین شروع بشه و گونه با حرف کوچیک نوشته بشه. الان میخوایم ببینیم سدهای تولید مثلی یا reproductive barriers چیا هستن که نمیذارن ژنوم گونه های مختلف با هم قاطی بشن و تعریف علمی گونه که الان دربارش صحبت کردیم مخدوش بشه. سدهای تولید مثلی دو بخشن، یکی موانع پیش تخمی یا pre-zygotic barriers و موانع پس تخمی یا post-zygotic barriers هستن. موانع پیش تخمی اونایی هن که مانع تشکیل زیگوت یا سلول تخم میشن، یعنی جلوی لقاح رو میگیرن. ولی موانع پس تخمی همونطور که از اسمشون مشخصه موانعی هن که حالا به هر دلیلی زیگوت تشکیل شده، لقاح انجام شده، ولی نمیذاره که زیگوتی که تشکیل شده ادامه مسیر رشد و نمو رو به طور طبیعی طی کنه و یک موجود زنده کاملا نرمال رو به وجود بیاره. موانع پیش تخمی عبارتند از جدا افتادگی زمانی، وقتی که گونه های مختلف در زمان های متفاوتی جفتگیری می کنن، یا فرض کنیم در گیاهان زمان گلدهی گونه های مختلف فرق داشته باشه، جدایی رفتاری که به رفتارهای جنسی جانداران مختلف می پردازه، رفتارهای تولید مثلی که هر گونه مختص به خودش داره و باعث جلب جنس مخالف میشه. این جدایی می تونه جدایی مکانیکی باشه که به تفاوت بین سایز گونه های مختلف می پردازه. مثلا در گیاهان اگه سایز گلها خیلی با هم فرق داشته باشه، گرده های یک گونه نمی تونه روی کلاله یک گونه دیگه موفقیت آمیز بشینه و لقاح رو اونجا انجام بده. و این جدا افتادگی می جدا افتادگی گامتی باشه. در گونه‌هایی که شبیه به هم هستند هم شباهت بین گامت‌هاشون میتونه وجود نداشته باشه و از نظر شیمیایی این گامت‌ها با هم ناسازگار باشن. موانع پس تخمی گفتیم وقتیه که زیگوت تشکیل شده ولی به هر دلیلی این زیگوت قدرت حیات نداره، یا اینکه رشد میکنه موجود جدید رو به وجود میاره اون موجود بارور نیست، یا اینکه حتی نسل اول هم بارور هست ولی نسل دوم به بعد دیگه بارور نیست. این موانع عبارتند از مرگ دورگه، وقتیه که لقاح انجام میشه زیگوت تشکیل میشه ولی همون مراحل اولیه جنینی رشد و نمو جنین دچار اختلال میشه و از بین میره. میتونه گفتیم ناباروری دورگه باشه، وقتیه که جنین رشد میکنه، فرد جدید رو ایجاد میکنه ولی به سن و بلوغ میرسه نمیتونه تولید مثل موفقیت آمیزی داشته باشه، یا حتی ممکنه تولید مثل موفقیت آمیزی هم در نسل اول داشته باشه ولی نسل دوم به بعد دیگه قادر به تولید مثل نباشه و نهایتاً هیبرید منقرض بشه نسلش. این تصویر داریم موانع پیش زیگوتی و پس زیگوتی رو میبینیم. موانع پیش زیگوتی گفتیم وقتیه که مانع انجام لقاح میشه و جلوی تشکیل زیگوت یا سلول تخم رو میگیره. موانع پس زیگوتی وقتی که زیگوت تشکیل شده ولی در ادامه مسیر رشد و نمو دچار اختلال میشه. مثالی که برای جدایی زمانی میتونیم بزنیم مثال این دوتا مگس سرکه است که به لحاظ ظاهری خیلی شبیه به هم هستن ولی متعلق به دو گونه متفاوتن. یکیشون مال گونه دروزوفیلا پزودو آبسکوراست و یکی دیگه گونه دروزوفیلا پرسیمیدیس. چرا این دو گونه از هم جدا هستن و اختلاط ژنومی ندارن؟ چون زمان تولید مثلشون با هم دیگه فرق میکنه. یکیشون تایم بعد از ظهر تخم گذاری میکنه، جفتگیری و تولید مثل میکنه و یکی دیگه زمان صبح، و عملاً زمان جفتگیریشون با هم دیگه یکسان نیست. در نتیجه این دو گونه از هم مجزا موندن. برای جدایی زیستگاهی میتونیم مارهای غیر سمی یا سمنوفیلیس رو نام ببریم که بهش مارهای بند کفشی هم گفته میشه.
اینا هم به لحاظ اینکه زیستگاهشون با هم دیگه متفاوته، برخی از اونا در زیستگاه های آبی ساکنن و برخی در زیستگاه های خشکی ساکنن و به همین دلیل امکان اینکه با هم دیگه لقاح انجام بدن و اختلاط ژنومی داشته باشن وجود نداره. برای جدایی رفتاری مثالی که میشه زد مثال چکاوک شرقی و چکاوک غربیه. جدایی رفتاری رو بهش جدایی جنسی هم میگیم. در جانوران مثالهای خیلی زیادی میتونیم براش بیاریم. در همه جانداران وجود داره. در جانوران شاید بیشتر مورد مطالعه دانشمندان قرار گرفته. رفتارهای تولید مثلی که در جانوران وجود داره و باعث جلب جنس مخالف میشه در گونه‌های مختلف منحصر به فرده و رفتاری که نر یک گونه انجام میده فقط برای ماده همون گونه قابل درکه. به همین دلیل ماده گونه دیگه جذب نر گونه متفاوتی نمیشه و همین عامل باعث میشه که اختلاط ژنومی در گونه‌های مختلف رخ نده. مثلا در پرندگان آوازهای هر گونه برای گونه خودش قابل تشخیصه. مثلا در چکاوک‌ها به همین ترتیب آواز جلب جفتی که توسط جنس نر یک گونه خونده میشه برای ماده همون گونه قابل درکه، ولی ماده گونه دیگه اینو نمیتونه دعوت به فرایند تولید مثل بدونه و در نتیجه عملاً این اتفاق نخواهد افتاد. در بسیاری از پرندگان رقص عشق‌های متفاوتی هم وجود داره که باز منحصر به همون گونه است و توسط ماده‌های گونه‌های دیگه درک نمیشه. مثالی که برای جدایی مکانیکی میتونیم بزنیم، مثال خیلی خوبش حلزون‌هاییه که صدفشون راستگرده نسبت به اونایی که صدفشون چپگرده. تو این تصویر داریم می‌بینیم. بحث جدایی مکانیکی یعنی وقتی که ابعاد دو تا گونه انقدر با هم فرق دارن که عملاً امکان تولید مثل موفقیت‌آمیز اونها وجود نداره. در حلزون‌های راستگرد جهت صدف به سمت حرکت عقربه‌های ساعته، در چپگردها جهت حرکت برخلاف عقربه‌های ساعته. در نتیجه این دو تا حلزون حتی اگه بخوان هم با هم آمیزش داشته باشن، چون منافذ تناسلی اونا بر هم منطبق نمیشه، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. در گیاهان گفتیم سایز متفاوت گلها مانع اصلیه. در سایر جانوران هم گونه‌هایی که نزدیک به هم هستن، ابعاد مختلفشون میتونه مانع باشه و جلوی اختلاط ژنومی رو بگیره. اونا صدهای پیشزیگوتی بودن. فرض کنیم هیچ یک از اون عوامل وجود نداشت، یعنی جدایی تولید مثلی، بخش از نظر زمان تولید مثل، از نظر مکانی که دوتا گونه زندگی میکنن و از نظر ابعاد دوتا گونه و رفتارهای تولید مثلی، اینا همه با هم همخوانی داشت و جفتگیری انجام شد و نهایتاً زیگوت هم تشکیل شد. چه عواملی جلوی رشد و نمو زیگوت رو میگیره؟ یکی از مهمترین این عوامل اسمش هست مرگ دورگه. به دلایل بسیار زیاد زیگوت اگه تشکیل بشه هم، زیگوتی که مربوط به دو تا گونه متفاوت قادر به رشد نیست، یعنی به دلیل عدم تعادل کروموزومی که داره یا اینکه در محیط بدن گونه دیگه قادر به رشد نیست در جانوران، این زیگوت ممکنه همون مراحل اولیه رشد و نمو از بین بره. حتی اگه از بین نره هم و رشد کنه، فرض کنیم یک جاندار بالغ رو به وجود بیاره، این جاندار در قالب موارد نازاست. مثال خیلی معروفش هم مثال قاطره. قاطر از جفتگیری الاغ نر و عصب ماده ایجاد میشه. منتها قاطر با وجود اینکه به لحاظ فیزیکی ویژگی‌های خوبی از والد نر و ماده رو داره، نازاست. چرا این اتفاق میفته؟ عدد ژنومی الاغ نر 62، 2n برابر با 62. در اصل عدد ژنومی برابر با 64. پس قادر 2n میشه 63 و فرده. در نتیجه قادر به تقسیم میوز نیست و نمیتونه گامت تولید کنه و نتیجتاً نازاست. این یکی از مهمترین موانع پس زیگوتیه که گونه اصل و گونه الاغ رو از هم دیگه جدا نگه میداره. در مواردی نسل اول قادر به تولید مثل هست ولی از نسل دوم به بعد نمیتونه تولید مثل کنه و نسلشون منقرض میشه، که در گیاه پنبه این مثال مشاهده شده. دو گونه مختلف با هم آمیزش کردن، نسل اول گیاهی که ایجاد میشه قادر به گلدهی و تولید زیگوت هست ولی از نسل دوم به بعد این عدم تعادل کروموزومی ایجاد میشه و نسلشون منقرض میشه، که جزء صدهای پسزیگوتی. تا اینجا صدهایی رو که گونه‌های مختلف رو از همدیگه جدا نگه می‌داره بررسی کردیم. صدهای پیشزیگوتی و صدهای پسزیگوتی.
چه عواملی باعث میشه که گونه های جدید به وجود بیاد؟ اگه قرار باشه گونه های مختلف همیشه از هم جدا باشن که عملا گونه جدیدی ما نخواهیم داشت، در حالی که الان گفتیم دانشمندان معتقدن درصد بسیار کمی از گونه ها شناسایی شده و از بعد پیدایش جانداران بر روی کره زمین تا به همین امروز گونه های بسیار بسیار زیادی ایجاد شدن و این پیدایش گونه های جدید همچنان ادامه داره. گونه زایی یا اسپسییشن به دو بخش گونه زایی آلوپاتریک و سیمپاتریک تقسیم بندی میشه، دگر میهنی و هم میهنی. گونه زایی آلوپاتریک یا دگر میهنی وقتی اتفاق میفته که یک مانع جغرافیایی بین اعضای یک گونه به وجود میاد و این مانع جغرافیایی انقدر بزرگه که عملا اون اعضای دوتا گونه رو تبدیل میکنه به دو جمعیت مجزا و به مرور زمان تفاوتهایی که بین اعضای این جمعیت ها ایجاد میشه در دو طرف اون مانع جغرافیایی زیاد و زیاد و زیادتر میشه به دلیل انتخاب طبیعی و به دلیل قوانین حاکم بر طبیعت و انقدر این تفاوتها زیاد میشه که به مرور زمان حتی اگه اون مانع بعد از یک بازه زمانی برداشته بشه هم دیگه دو تا گونه جدید خواهیم داشت که اختلاط ژنومی بینشون رخ نمیده. این میشه گونه زایی آلوپاتریک یا دگر میهنی که گفتیم مانع جغرافیایی ایجادش میکنه. ولی گاهی اوقات گونه زایی هم میهنی هم هست، یعنی مانع جغرافیایی هم به وجود نمیاد. دلایل دیگه‌ای باعث میشه که تفاوت‌های بین گونه‌های مختلف رخ بده در یک جمعیت که این تفاوت‌ها میتونه ناشی از جهش باشه و عوامل مختلف دیگه‌ای هم کم کم این تفاوت‌ها زیاد و زیادتر میشن و نهایتاً دو تا گونه مختلف رو به وجود میارن. مثالی که برای گونه زایی دگر میهنی یا دگر بوم یا آلوپاتریک اسپسییشن میتونیم بزنیم مثال سنجاب‌هایی که در دو طرف دره گرند کانیون در کشور ایالات متحده زندگی میکنن و دانشمندان معتقدن اینا در زمان‌های گذشته‌های دور متعلق به یک گونه بودن چون خیلی شبیه هم دیگه هستن، ولی از لحاظ شباهت ظاهری شباهت‌های زیادی امروزه به هم دارن، تفاوت‌هایی هم دارن و عملاً جزء دو تا گونه مجزا تقسیم بندی میشن. اونایی که در قسمت جنوبی گرند کانیون هستن شکمشون سفیده، دومشون خاکستریه و اونایی که در قسمت شمالی هستن برعکسن، دوم سفید دارن و شکم خاکستری دارن و گفتیم این بحث شباهت ظاهریه. در شباهت‌های بین پروتئین‌ها و دی ان ای اونا هم تفاوت‌هایی وجود داره و عملاً متعلق به دو گونه متفاوت هستن و دانشمندان میگن که ایجاد این دره باعث تبدیل شدن اونا به دو گونه متفاوت شده، یعنی این مانع جغرافیایی این دره بوده. بحث دیگه‌ای که در موضوع گونه‌زایی مطرح میشه و به خصوص در گیاهان خیلی مهمه بحث پلیپلویدیه. گفته میشه که 80% گونه‌های گیاهی به این ترتیب ایجاد میشه. پلیپلویدی یعنی چی؟ خود عبارت پلیپلوید به حالتی اطلاق میشه که جاندار بیش از دو سری کروموزوم همتا داشته باشه. یعنی اگر سلول‌ها یک سری کروموزوم داشته باشن هاپلوید بهشون میگیم، اگه دو سری داشته باشن دیپلوید بهشون میگیم و اگه از کروموزوم‌های هومولوگ یا همتا بیش از دو تا وجود داشته باشه، سه سری، چهار سری یا بیشتر باشه، اصطلاحاً بهشون پلیپلویدی گفته میشه. همونطور که تو این تصویر داریم می‌بینیم، سلول بالایی دو انش برابر با 4 و سلول پایینی دو انش برابر با 6، یعنی دو تا گونه متفاوت هستن. هنگام تقسیم میوز قاعدتاً این تقسیم باید کاهشی انجام بشه و گامت هایی که تشکیل میشن انشون برابر با 2 باشه. منتها برای گونه بالا خطای میوزی اتفاق میفته و گامتش دیپلوید خواهد بود، یعنی گامت 2n. ولی گونه پایین اینجا میبینیم که میوز رو به طور نرمال انجام میده و گامتش ان کروموزومیه. اگه این دوتا گامت در شرایط مناسب قرار داشته باشن و با هم لقاح انجام بدن، زیگوت 2n برابر با 7 و در نتیجه چون عدد کروموزومی فرده، تقسیم میوز نرمالی نخواهد داشت. حالا فرض بگیریم هنگام تقسیم میوز بازم خطا رخ بده و گامتی که تشکیل میشه گامت n برابر با 7 باشه و با این گامتی که حاصل هیبریده با گامت والدی که n‌اش برابر با 3 بود لقاح انجام بدن و 2n بشه 10. اینجا گونه جدیدی ایجاد میشه که دیپلوئیده و 10 تا کروموزوم داره و حاصل خطاهای میوزی از دو تا گونه‌ای که یکی 2n‌اش برابر با 4 بود و یکی دیگه 2n برابر با 6 بود. در گیاهان این فرایند به وفور اتفاق میفته و گیاهانی که پلیپلوئیدی باشن خیلی زیاد داریم. تو این تصویر داریم جانداران تریپلوئید، 3N کروموزومی و تتراپلوئید یا 4N کروموزومی رو تو این تصویر داریم می‌بینیم. جانداری که از هر کروموزوم 3 سری داره، 3 عدد داره و اونی که از هر کروموزوم 4 تا داره. با
گفتیم وضعیتیه که در گیاهان به وفور مشاهده میشه. چه اتفاقی برای هیبریدهایی که حاصل پلیپلویدی هستند میفته؟ پلیپلویدها سیمپاتریکن دیگه، یعنی اونایی هستند که مانع جغرافیایی وجود نداره، دوتا گونه در کنار هم هستن و نهایتا هیبرید رو به وجود میارن. ممکنه که این هیبرید در رقابت با گونه هایی که قبلا وجود داشته، همون هیبریدی که گفتیم مثلا دو انش برابر با 10 بود، باید رقابت کنه با اونی که دو انش برابر با 4 یا دو انش برابر با 6 دیگه، ممکنه در رقابت هست بشه و از بین بره. ممکنه که همزیست بشه با هر دو والد و باقی بمونه و حتی در شرایطی ممکنه که هیبرید نسبت به والدین ویژگی‌های برتری داشته باشه و جایگزین اونا بشه. این اتفاقی که گفتیم در گیاهان به وفور میفته. این فصل همینجا به پایان میرسه. امیدوارم براتون سودمند بوده باشه. شما رو به خدا میسپارم تا فصل‌های بعد. خدا نگهدارتون.